خب ادامه میدیم اصلا خطایی نداره رسیده بودیم سر اینی که میخواستیم اینو بزنیم به کامپیوتر شما بینش ولی اینجوری میزنمش به کامپیوتر اینجوری معمولا اون سری که نوشته داره بالایی است یا وقت و یا اقبال خب زدم یه جیر جیرای مبهم ممکنه بشه این صندلی رو عوض کردم به جاش اینجا نداره هیچی نشد مهم نیست خب بزنیم توی ترمینال روت بشم الان من روت نه بیا الان روتم اول پسورد هم براتون زدم اه... چیکار کنیم اون که بعد باشه منطقا اف دی اس پس من دستور اف دیسک داش میتونم بزنم لیست کنه درایواشو اسلش دیو اس رو ببینیم چی داریم دوتا پارتیشن داره بذاریم بریم با اف دیسک رو تغییر بدیم با اف دیسک خالی رفتم توش میبینین ام رو برای help می‌زنه اینجوری هایتون میمونه که ام برای منوه منو رو میاره من میتونم چی بزنم؟ اون که می‌خوام نیست اینجا ولی حفظم حالا پی رو بزنم حتما یه جایی هست کوش پی بالاست پی. این هاش print partition table. پی رو بزنم پارتیشن تیبل رو به من نشون میده الان در واقع گفتم من چی دارم من میخوام اینا رو پاک کنم مال خودمو بسازم هر جای این ویدیو دیدین اشتباهی زدم اسلش دو اس دی ای سری جیغ بکشین چون که دارم هارد خودم رو فرمت میکنم سعی میکنیم های آروم باشیم و تمرکز داشته باشیم خب. میگه کدوم پارتیشن رو میخوای پاک کنی میگم یک میگم بازم میخوام دیلیت کنم میگه دورم که اتوماتیک پارتیشنو رو دیلیت کردم خیلی برام خشنیه پی البته هنوز رایت نکرده هیچ رو دبل اومدم بیرون حالا ببینین اگر چی میشه آه نمیتونه میگه حذفش کنم چون که شده حله حالا ببینید چی میشه اگه دوباره برم تو افتیسک بزنم پی پرینتش کن هیچی نشون نمیده اینجا اگه بزنم ال انواع پارتیشن هایی که میفهمه رو البته بهم نشون میده خیلی باحاله در واقع همه این مدل پارتیشن ها رو میفهمه که مثلا لینوکس هشتاد و در واقع خب بیاین چیکار کنیم دو تا پارتیشن درست کنیم چون بعدا تو بی تی آر پارتیشن به دردم میخوره دو تا پارتیشن هم سایز درست میکنم میتونم بزنم ام برای هلپ در واقع منو بزنم ان برای نیو میگه میخوای پرایمری درست کنی یا اکستندد من ایدم اینه که دو تا پارتیشن موازی 6 درست کنم اگر ممکنه گیج بشین در واقع دارم این کارو میکنم این slash /dev sdb دیسک دوم کاملشه کل 16 گیگابایت من میخوام بگم توش یه پارتیشن یک درست کن 6 گیگابایت یه پارتیشن دو درست کن 6 گیگابایت اینقدر میمونه تایش که شما میدونین این میشه در واقع 6 این میشه 6 12 این هم میشه 4 یه خود شکلش جوری شد آماده میگه میخوای پرایمری درست کنی آره یه شماره بهم بده از یک تا 4 یادتون 4 تا پرایمری میتونم داشته باشم اولی میگه اولش کجا بذارم تو اون ستون رو کجا بذاره اولش رو خب بذار همینجا که خود میخوای بذاری خودش میاد اولین ترین جا یعنی در واقع اوه او او بیچاره شدیم یعنی در واقع منظورش اینجاست میگه این سرش کجا باشه میتونستم بگم از اینجا شروع کن 6 گیگابایت ولی خب هیچ آدم عاقلی این کارو نمیکنه مگه دلیلی داشته باشه سایزش چقدر باشه من میتونم سکتور بدم تیکای کوچولوی هاردو برم جلو یا هر کی. ولی آسون ترش که بگم 6 گیگ برو جلو اینجا خودش هم زده پلاس سکتور برم یا مثبت سایز کیلوبایت مگابایت گیگابایت ترابایت پتابایت میگم 6 گیگ برو میگه اینو ساختم میگه یه سیگنچری هستش که تی آر بوده میگم اینو آره حذفش کن میخوام یه تستی فقط بکنم اینم فرمت میشه نه بعد میگه چیکار کنم میگه که بذار یه پی بزنیم الان یه دونه ساختیم دومیشو بیم بسازیم نیو پرایمری شماره شو بذار دو خودت دیفالت داره از همین جایی که هستی شروع کن 6 گیگه دیگه هم از این بساز میگه از اینم ساختم میگم یه پی بزن ببینم چی داریم میگه اینا رو دارم میگم خیلی هم خوب اون گوشه یه چیزایی خط خطی شده برای دیگه اشکال نداره صدا رو درست کردم نور اشکال داره کم کم عجله نداریم تو دنیا میگه چیکار کنیم میگم که اینه و اونم میگه خیلی خوشحالم و میگیم خسته نباشین پی همینه که ما میخوایم بیا بیرون. حالا اگه بزنم f دیسک داش ال میگه دوتا پارتیشن داره برای اینکه الان فقط پارتیشن بندی شده فرمت نشده تقسیم شده مثل اینکه دقیقاً دفترچتونو رو جلد کنیم بگیم وسطش چند تا جلد می‌ذارم معلوم بشه تیکاش چیه ولی اگه میخواین مخصوص یه درسیش بکنیم باید فهرست بنویسین خط کشی کنین و غیره حالا میگم میخوام فرمتش کنم توی لینوکس دستوری که برای فرمت کردن فایل سیستم داریم MKFS MKFS میتونه فرمت کنه یعنی تو MKFS-T EXT2 مثلا چه دیوایسی رو slash dev SD B1 میگه دارم این کارو میکنم دارم سوپر بلاک هاش رو مینویسم 6 گیگ کاش کوچولو زرش میکردیم که اینا خیلی سریع بشن ولی در واقع داره الان اون خط رو میکنه تمام سوپر بلاک رو مینویسه آینود تیبلی که بهتون گفتم رو دان کرد و کارهای دیگه منتظر میشین فرمتش تموم بشه بعضی چیزها سریعترن بعضی چیزها آرومترن اینجا دیدین چیکار کردم زدم mkfs make com file system و این دشتی زیاد استفاده میشه در واقع میگه تایپ ext2 این دیوایس رو میتونستم یه جور دیگه اینو بنویسم اگر تموم بشه به سلامتی یه جور دیگه براتون مینویسم در واقع یه سری یوتیلیتی هست به جای اینکه شما بگین mkfs t تایپ میتونین بزنین mkfs نقطه تایپ این میشه یه دستور جدا که دقیقا برابر mkfs -t, t ext مثلا چهاره در چه که هم بخوام الان دومیشو میشه فرمت کنم میتونم بزنم mkfs eXt4 چی رو /dev/sdb دورو sdb دور میگه اوکی دارم با eXt4 اون رو برات فرمت میکنم الان فرمت شده یه دیسک واقعی قابل استفاده است اگر میخوام استفادهشون کنم باید از دستور mount استفاده کنم mount میتونه تو لینوکس یه دیوایس رو وصل کنه به یه دایرکتوری اینجوری فکر کنید در واقع میتونه بگه این دیوایس رو تو این دایرکتوری قابل خوندن کن ماونت کردن اینجوری بغل کردن اینجوری میره بغلش میکنه میذارتش توی یه دونه دایرکتوری چیکار میکنم میگم اسلش دو اس یک رو که فرمت کرده بودم ماونت کن توی اسلش ماونت ببینین الان تو اسلش ماونت چی دارم هیچ میتونم یه فایل درست کنم برای تست تست فایل یک حالا ببینین تو اسلش ماونت چی دارم اینو دارم هنوز ماونت نکردم در تو کامپیوتر من یه دونه دایرکتوری فقط ولی اگه بگم sdb یک رو توی ماونت ماونت کن الان سر شیلنگ اسلش ماونت رو واسه کرد به اون دیوایسه از این بعد اون دیوایس اینطوری دیده میشه تو لینوکس سی دو نقطه دی دو نقطه نداریم ماونت پوینت داریم الان در واقع ماونت پوینت slash ماونت واسه شده به این دیوایس الان اگه بزنم ls mount توش چی نیست یه فایل لاست بلاوی فاونت هست که بهش نگاه میکنم چرا توش چی نیست چون که در واقع دیگه به اون جایی که قبلا وصل بوده وصل نبوده اون سر شیلنگ و از اون که هارد من بود قطع کرده زده به این دیوایسه. میتونم همین کارا بکنم مثلا بگم تاچ کن توی ماونت تست فایل دو الان اگر نگاه کنم تست فایل دو هست خوش؟ ایناش چه اتفاقی افتاده من در واقع یه فایل سیستم دارم فایل سیستم من اینجوریه دیگه اینجا روت فایل سیستم همه. اینجا یه سری دایرکتوریه که مثلا شما بوتو میشناسین روتو میشناسین هوم روت هوم هست یه دونه MNT هم هست یه دونه ور هست و چیزایی دیگه یه دونه بلاک دیوایس اینجا داشتم این قبلا خودش کلش تو کامپیوتر من بود به هارد من وصل بود و هر چی فایل درست میکردیم رو هارد من درست میشد وقتی میزنم mount/devstb 1 به این در واقع میاد میگه که اینو وصل کن به SDB1 اینم SDB2 بود. درنچه از الان که نگاه میکنین اینجا رو دارین می‌بینین. در اون فایل دیگه نیست. من یه فایل جدید که درست کردم این فایل تست فایل 2 اینجاست. اگه میخواستم جداش کنم می‌زدم U mount U mount در واقع on mount می‌تونستم بزنم mount رو جدا کن. میتونستم بزنم dev SDB1 رو جدا کن. خودش میدونست که این دو تا به هم وصلن. اگه دستور mount خالی رو هم می‌زدم همین جوری بود. ببینید من میگفت چی کجا mount شده. میگه اسلش دف stb1 روی اسلش مانت مانت شده با ext2 پس اگه من الان یو مانت رو بزنم از سلش مانت مانتش رو تموم کرد درنچه اگه الان بزنم سلش مانت فایل قدیمی رو میبینیم. چون دیگه از اون سر شیلنگ این هارد جدا شده هارد اصلی رو دارم میبینم تو لینوکس کل مفهوم مانت کردن این شکلیه سر شیلنگو رو میزنیم به هاردای مختلف اینجوری فکر کنیم در واقع به پارتیشن های مختلف به هر واقع تر حالا بعدن یه چیزایی دیگه هم میبینیم اما یه چیز بامزه اونجا بود یه دایرکتوری بود به اسم لاست به علاوه فاوند بذارین یه بار دیگه این یکی رو ماونت کنم مثلا دایرکتوری هر جمع بسازم mkdir my backup مثلا یه دایرکتوری ساختم تو تمپ میتونستم بگم ماونت کن slash دو رو توی تمپ مای بکاپ حالا اگه برم توی تمپ مای بکاپ توش هنوز هیچی چی نیست فقط یه دایرکتوری لاست اند هست الان تیکه دوم هارد رو درست کردم درسته این هارد اس بی بود این یک بود این دو اون دفعه فایلمو اینجا ساخته بودم الان اینو ماونت کردم توی temp by backup یه فایل ولی از که توش من درست نکرده بودم خودش درست میشه این یه فایل عمومیه که توی ext ها وجود داره یعنی تو فایل سیستم های EXT یه فایل لاست به علاوه فاند یه دایرکتوری لاست به علاوه فاند هست که خیلی هم اسم هیجان انگیزی داره ولی واقعا همینه که توش هیچ چیز هیجان انگیزی نیست جلوتر می‌بینیم اگر دیسکو چک کنیم اشکال داشته باشه فایلی که پیدا می‌کنه رو می‌ذاره این تو ولی در حالت عادی خالیه اوکی پس این میشه مفهوم mount. من در واقع میتونستم الان تو مای بکاپ هم درسته اگه یو mount می‌کردم اسلش دف اس دی بی دورو میگفت نمیتونم بیزیه یکی توشه بعد میمدم بیرون و اینجا یو ماونتش میکردم تو یه مکانیزمی هستش که در واقع با یه سویچ دش ال یو ماونت کنیم که لیزیه یه تو حالا فعلا این رو بکن هر وقت واقعا خالی شد کلا جداش کن یه فایل داریم به اسم cat etc fstab اینجا همه چیزایی چیزهایی که قرار سیستم اتوماتیک ماونت کنه وجود داره مثلا میگه که وقتی کامپیوتر جادی بوت میشه Slash دیو sda2 دی رو ماونت کن توی Slash روت اینه Slash دیو sda دی رو هم به عنوان سواب استفاده کن سواب یه مدل خاصی از پارتیشن بندیه هرچی رو سواب درست کنین به عنوان مموری استفاده میشه در واقع همیشه خوبه که دو برابر هارد دیسکتون دو برابر مموریتون حالا ماکسیموم تا مثلا بعضیا میگن 8 گیگ سواب درست کنین که تو درس الپی که یک دیدینش خب از مونیتور من تو پاک کنم یک دوباره رفتم پاک کنم که شما درست ببینید بعد فهمیدم رو شیشه مونیتور شما مشکلی نداره داره پشت شیشه زاپس میشه خب اینم میشه این در واقع شما توی اف اس اگه چیزی رو بنویسین اتوماتیک سیستم که ماونت میشه ماونت میشه ماونت ای هم داریم که یعنی ماونت داش آل یادتون باشه همه چیزهایی که توی افستاب نوشته شدن رو مانت میکنه مانت میتونه آپشن هم بگیره مثلا R یعنی read only داش او یه مجموعه زیادی آپشن میگیره بزنیم به فایل های رو نگاه بکنیم سفر رو پاک کنم Cut F ببینید چجوریه تو کیس من میگه این دیوایس رو اینجا مانت کن با این تایپ تا اینجا قبول ولی بعدش یه چیزای دیگه ای هم داره در واقع میگه که آپشناش دیفالت باشن و دو تا چیز دیگه داره اولیش تا اینجا که معلومه آپشنهای دیفالت اینه که من میتونم آپشنهای مختلفی داشته باشم آپشن مرسومی که شما میبینین در واقع چیزهایی مثل RO او رید اونلی ماونتش کن RW ریدو و رایت ماونتش کن گای سینک میذارن یعنی اینکه همینی که چیزی رو روش نوشتی سینک کن روش سب نکن تو بافر و میتونی یوزر داشته باشه یا یوزرز داشته باشه یا گروپ داشته باشه یا اونر که در واقع میگه که وقتی ماونت شد تو گروپ میگه که این گروپ میتونن این دیوایس رو مانت کنن تو اونر میگه این یوزر خاص میتونه مانتش کنه و این هم همونجوریه میگه این یوزر یا یوزرهای خاص میتونن مانتش کنن در تا اینجا که یادنه. اوکی okay. دو تا عدد هم اینجا داریم تو آپشن ها اینا رو داشتیم دو تا عدد هم اینجا داریم که فکر کنم اولیش میگه بذارین یادم رفت من استاپ آره سف دوه the second field the third field the fifth field میبینین چه راحت هم میشه من گرفت و نگاه کرد که چیه میگه که پنجمی که ما یک بودیم توسط هر وقت با دستور دامپ بخوایم بکاپ بگیریم این جزو بکاپ ها باشه و شیشومیش میگه که در واقع اگر میخواستیم چک کنیم همه فایل سیستم ها رو این جزء کدوما باشه که حین بود چک میشن یا نمیشن درسته؟ یعنی این در واقع میگیم تو بکاپ ها هست توی چک ها نیست سواپمون نه تو بکاپ ها هست نه توی چک های اول بود این هم فایل افستپ بزنید درساتون نها کنم این دیگه چی مونده دیتچ هست که دیتچ رو دیدین فقط همون مفهوم چیز دو تا بگم که در واقع LSOF که قبلا دیده بودینش LS Open Files میتونه به شما بگه که چه فایل اینجا بازن در شما میتونین گرپش کنین با اون فایلتون و دستور افیوزر هم داریم که افیوزر میتونه بگه که پروسسی که داره از یک فایل استفاده میکنه چیه در نتیجه چک کنین که در واقع چه فایلی رو آدم‌ها دارن تست میکنن این هم اسمش یادتون باشه FU0 و lsof اف که دیدین اگر بخواین کار کنین فقط آخرش باید اضافه کنم که سیستم دی هم همونجوری که گفتیم همه چیز رو هی دستش برمی داره مثل دیکتاتورا کیان که میگن همه چی مال ما تمامیت خواه های اف سیستم دی هم سعی کرده راستش بگیره یعنی اگه شما بیاین توی etc سیستم دی سیستم که اینجا رو قبلا دیده بودین اینجا میتونه یه سری دیوایس وجود داشته باشه یعنی من میتونم ال بگیرم یه سری چیزای ماونت رو که در واقع یونیت های مونتن که باعث میشن اف سیستم دی در واقع مانت کنه دیوایس ها رو هرچند که از تو ای تی سی هم یا الان رو هم سیستم دی تقریبا دستش میگیره ولی به هر حال یادتون باشه که من اینجا میتونم یونیت های مانت هم داشته باشم و سیستم دی کلا مسئولیتش رو بر بگیره بیسیک ها رو الان میدونین ما یه چیزی رو مانت کردیم آن مانت کردیم فهمیدیم ما میخوایم همیشه مانت باشه میذاریمش تو ای تی سی افستاب با اون که گفتم میریم و برمیگردیم مباحث پیشرفته فرمت هم کردیم البته یادتون باشه اوکی با MKFS نقطه فایلای مرتبط